تمرین بعدی که باید شما انجام بدید دوستان من، کشیدن خطهای راست یک سر نازک. مثل قبلی دست رو میذارید، با سرعت متوسط میکشید و در انتها دستتون رو از کاغذ فاصله میدید، میکشید به سمت بالا. میبینید؟ این طرف سراش نازک میشه که توی جاهای مختلف کاربرد داره برای ما. حرکتی که دست من داره چجوریه؟ مداد گذاشته شده و طی مسیر این انتها مداد از کاغذ به این شکل فاصله میگیره، میشه خطای یک سر نازک. تمرینی که شما باید بکنید اینه که برعکس این حالت رو هم بکشید، از سمت راست بچن. بعضی دوستان هستن که توی آموزش میگن شما خط رو حتما باید مثلا از چپ به راست بکشید یا از راست به چپ بکشید. این یه چیز قطعی نیست بچه‌ها و به اینم ربط نداره که شما چپ دست هستید یا راست هست، و به اینم ربط نداره که شما با هر کدوم از دستاتون توی کدوم حالت راحت ترید و همون شکلی همیشه بکشید. شما یک طراح قراره باشید. یک طراح باید بتونه خط رو علاوه بر این که از چپ به راست از راست به چپ بکشه، تو تمام زوایا باید بتونید بکشید شما. اوکی؟ پس این ربطی نداره. تمرین بعدی که شما باید انجام بدید کشیدن خطهای راست بلند اوریب و اوریب برعکس و همینطور خطهای بلند عمودی.